و خبر آخر، مجمع جهانی حسینی فعالیت‌های مختلفی را برای اتحاد آزاداندیشان جهان زیر لوای امام حسین علیه السلام انجام داده است. این مجمع جهانی پس از آن تشکیل شد که مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دام از الله ارادتمندان به امام حسین علیه السلام در سراسر کره زمین را به اتحاد و برادری تحت لوای حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام دعوت کردند و فرمودند این اسلام امام حسین علیه السلام است که اتحاد، عدالت و آزادی را به ارمغان می آورد. در خصوص فعالیت‌های این مجمع مکالمه تلفنی داشتم با حجت الاسلام شیخ مسعود بهنام، دبیرکل مجمع جهانی حسینی، و از ایشون درباره اهداف و فعالیت‌هایشان پرسیدم که با هم می‌شنویم. مجمع جهانی حسینی که در آستانه ماه محرم با شعار حسین محور اتحاد تشکیل شده، تاکنون فعالیت‌های مختلفی در راستای اتحاد آزادگان و آزاد اندیشان با هر مذهب، قومیت و ملیتی در سراسر جهان انجام داده. همچنین تاکنون فعالیت‌ها و کمپین‌های متعددی به صورت مردمی در فضاهای مجازی، مخصوصاً با هشتگ حسین محور اتحاد، البته به 3 زبان فارسی، عربی و انگلیسی راه اندازی شده. خوشبختانه در همین زمان کوتاه از کشورهای مختلفی مثل عراق، ایران، استرالیا، انگلستان، آمریکا، لبنان، نروژ، سوئد و بحرین عضوگیری داشتیم که به زودی انشالله اسامی تمامی اعضای رسمی این مجمع رو در سایت و سایر فضاهای رسمی مجمع جهانی حسینی درج خواهیم کرد. حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی که همیشه بر اتحاد صفوف شیعیان تأکید دارند، در سخنان اتحاد آفرین خود در آستانه ماه محرم امام حسین علیه السلام را متعلق به جهان بشریت دانسته و فرمودند این فرهنگ بزرگ نباید محصور به یک جریان خاصی باشد. از سوی دیگر ما می‌بینیم که چطور پیروان ادیان مختلف در اقصا نقاط جهان در مصیبت امام حسین علیه السلام عزاداری می کنند و به این فرهنگ عظیم و انسانساز احترام می گذارند و سرمشق می گیرند. لازم به ذکر است که مجمع جهانی حسینی در عمل به توصیه حضرت آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی که فرمودند اسلام امام حسین علیه السلام اسلامی است که قومیت‌های مختلف را به یکدیگر نزدیک می‌کند و اتحاد، عدالت و آزادی را به ارمغان می‌آورد، نه اسلام معاویه و یزید، سعی داریم که ان شاء الله این اسلام حقیقی و این چهره زیبا از اسلام را به جهانیان معرفی کنیم.